محیط زیست سالم یکی از حقوق طبیعی انسان هاست. اما تأمین این حق طبیعی و داشتن محیط زیست سالم یکی از چالش های اساسی همه کشورهای جهان است. شهر پرجمعیت و چند میلیونی کابل بدون بهره برداری از امتیازات تکنولوژی و اشتغال در کارخانه های صنعتی و بدون وجود ترانسپورت منظم یکی از آلوده ترین شهرهای دنیا به حساب آمده است. اما براستی چی عوامل سبب شده تا هوای شهر کابل اینچنین آلوده شود که شهر کابل در صدر آلوده ترین شهرهای جهان قرار گیرد؟ تأثیرات ناگوار آلودگی هوای شهر کابل چیست و چقدر این فضا کشنده است؟ و در نهایت راهکار عملی برای کاهش آلودگی هوای شهر کابل چیست؟ بیننده های عزیز سلام، به برنامه دیدگاه این هفته با من حارس جمالزاده خوش آمدید. مهمانانم در بحث حاضر انجینیر نیک محمد، رئیس نظارت و ارزیابی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، آقای حسن غلامی، رئیس محیط زیست شهرداری کابل، آقای غلام محمد ملکیار، معین پیشین اداره ملی حفاظت از محیط زیست و تا لحظات دیگر دکتر نظام الدین جلیل، رئیس بیمارستان های مرکز نیز با ما خواهند پیوست. مهمانان گرامی، به بحث بسیار زیاد خوش آمدین. آقای نیک محمد، میخوایم بحث با شما آغاز بکنم. براستی چه عوامل سبب شده که شهر کابل به عنوان آلوده ترین شهر در دنیا محسوب شود؟ تشکر. سلام خدمت شما، خدمت همکاران تکنیکی، بینندگان تلویزیون. ارقام توسط دستگاه های ثابته که 24 ساعت ثانیه‌وار ارقام بگیره، از نقاط مختلف یک شهر ارقام بگیره، بعد از بود در 24 ساعت اوریج از اوره بته، اونو ارقام ثابت یک شهر اعلان شده میتونه. در حالی که در افغانستان هم چه یک چیز، یک سایت معتبر به نام آر ویچول 4 روز پی در پی شهر کابل ارزیابی کرده، در 4 روز به عنوان آلوده ترین شهر در دنیا بوده. فقط از یک نقطه، از یک محل را توسط دستگاه شما ثابت نیست. همین که ما خود ما عملا پرسان کردیم که در کجا می دستگاه را دارن، در کجا دستگاهشان نصب است که با می میگن، اما ساهرم ماتامی لازم پیدا کردن نتونستیم. فقط یک دستگاه در سفارت امریکا که امسال نو و هم زرات معلق 2.5 وصلا چیز میکنه، میتونه تثبیت کرده. دیگه دستگاه وجود نداره. دستگاه سیار است که از یک محل، این میچاو که وزیر اکبر خان اکثر میگیرن، و امی یک محل بر اون مقطعی برام یک لحظه است. اگر دستگاه باشد که سیستم ساتلایت هزار سیستمی که میگیرن، برای یک لحظه میتونه متفاوت شده بتونه، با یک وزیدن باد تغییر میکنه. خب اکثر آلودگی هوای شهر کابل، شهر کابل آلوده هست، اما به اون مقیاسی که اونا گزارش دادن نیست. اما عواملی که در حال حاضر به می مقیاس آلوده ساخته چی است؟ عوامل موضوع بسیار مهم اساسی همین است که ما اصلا قبل از اینکه سر زو و اساس بریم عواملش رو بدانیم. عوامل در اصل عمده دو عامل است که عامل طبیعی و عامل انسانی است. عامل طبیعی شما و شما پشت از اون نمیگردیم برای اینکه کدام کاریم کردن نمیتون در قسمتش. عامل انسانی، در عامل انسانی هم به دو بخش کتگوری تقسیم میشه. عوامل ثابت است، عوامل سیار است. عوامل سیار ازی در مجموع ترانسپورت شهری است، ترانسپورت بحری، ترانسپورت هوایی عامل شده میتونه. عوامل ثابت ازی رشد غیر پلانی شهر، تراکم نفوذ در شهر کابل، شما میدونید که در جریان 10-15 سال از 500 هزار به 5 میلیون نفوذ رسیده. امروز 500 هزار فامیل سنگ زغال استفاده میکنه. تمام فعالیت فابریکات در داخل این شهر کابل است. این ما دور نمیتونیم گفته. مجموع فعالیت فابریکات صنعتی، تولیدی، داشای خش، داشای تولید گچ که تقریبا برای نیمی از مملکت تولید گچ در شهر کابل میشه. برای قسمت نیمی از مملکت تولید خشت پخته در داخل شهر کابل میشه. یا همگیش داخل شهر است. ریگریشن ها اکثرا در داخل شهر کابل. علاوه از این فابریکات زوباهن است. فابریکات تولید کاغذ تشنابات. اینا همگی منابع ثابت آلوده کننده است. علاوه از نفوس، علاوه از اینکه سنگ و زغال استفادهش در ساحات رهایشی و بلاخره در یا و آخر که ما در یکی دو سال شاهد بلند منزلا و شهرک های استیم که سیستم های مرکزگرمی نصب کردن و اکثر مرکزگرمی به استفاده از سنگ زغال است که بدون فلتر بازشان چیز میکنه فعالیت دارن، باز یکی نیمشان فلتر هم نصب کرده از اثر تلاش هایی که در سال قبل داریم ملی حفاظت محیط زیست و انتشار ولی محترم کابل مشترکاً اقدامات را که کردیم یک قسمت نصب کردن، ولی هنوز هم مانده که در این سال جلی هم پروگرام است. اینی عوامل، عوامل ثابت و سیار مجموعاً
میتونسته به دست هم داده به اصطلاح عوامل آلودگی هوا میشه. عواملی که باعث آلودگی هوا میشه از نظر شهرداری با موارد را که انجینر صاحب اشاره کردن موافق هستن یا از دید شما ارزیابی شما مختلف است؟ به نام خدا با عرض سلام خدمت شما مهمانان گرامی و بینندگان ارجمندتان. شهرداری کابل در این قسمت اجراءات خود داشته، از ابتدای فصل که فصل سرما شروع شد از فصل خزانی ما پلان خزانی رو داشتیم و 5 صنف آلوده کننده را مورد بررسی قرار دادیم. حمام، سونا، دیگر خبازی و رستوران ها را ما مورد بررسی قرار دادیم به همراه قصابی ها که آلوده کننده بودند، خصوصا در قسمت آلودگی هوا و محیط زیست. پیش ما و چیزی که ثبت شده است و بر اساس اجراءاتی که ما کردیم، مشخصا در قسمت آلاینده هایی که در شهر کابل وجود داره، خصوصا مواد جامدی که است PM2.5 و PM10، بیشترین آلودگی در قسمت اصناف نیست، در قسمت منازل رهایشی است. اصناف ما کنترل کردیم، بررسی کردیم، همون رقم انجینر صاحب گفتن تغییرات خیلی عمده در قسمت اصناف در قسمت خبازی ها و نانوایی ها آمده. سایر اصناف هم همون رقم سابق، اینا از سوخت آلوده کننده مثل زغال سنگ یا چوب استفاده میکردن، اونا تبدیل شدن به سوخت گاز، یعنی مواد سوختی که استفاده میکنن سوخت گاز هست. ولی اگر به عنوان فیصدی در نظر بگیریم او اجراءاتی که ما و اداره ملی محترم محیط زیست انجام داده، چیز در حدود نهایت 5-10% آلودگی هوا را اصناف تولید بکنند. ولی بیشترین تولید کننده آلودگی هوا ساحات رهایشی، بلند منزل ها، شرک های رهایشی و اصناف آلود کننده دیگه ای هستند که در داخل خود شهر کابل وجود داره. به عنوان مثال صنف خشتپزی، گچپزی، دیگه کارخانجات دیگه از فابریکات زو و آهن و کاغذ تشناب، اینا از عوامل آلود کننده خیلی مؤثر هست در زمینه آلودگی هوای شهر کابل، که من جمله ما میتونیم خود فرسوده بودن وسایل حمل و نقل شهری را در این قسمت ما مثال بزنیم که هم یک فیصدی خیلی بزرگ 15-20% در نظر میگیره. بر اون اساس موارد آلنده ای که در شهر کابل فعلا ما و چشم میبینیم، هر روز هم هست، از صبح شروع میشه تا دیگر و تا وقت خفتن هم رقم جناب صاحب گفتن، این عوامل بیشتر برمیگرده به سوختی که ما مصرف میکنیم. سوخت زغال سنگ است بیشترینش، در حدود 70-80% مربوط به سوخت زغال سنگ، در حدود 10-15% مربوط به تیلی به کیفیت و ماشینری و وسایل حمل و نقلی که بی کیفیت است و از رده خارج است از شهر کابل و اصناف دیگه ای که ما در این قسمت مشاهده میکنیم. تشکر. موافق هستین که بیشتر آلاینده هایی که هوای شهر کابل آلوده می سازه مربوط به ساحات رهایشی، بلند منزل ها و همچنان انجینر صاحب اشاره کردن انکشافات غیر معیاری که در شهر کابل وجود داره، همگیش سبب میشه که هوای کابل بیشتر آلوده بسازه؟ ما باز هم سلام خدمت شما و انجینر صاحب شما و مهمان عزیز و بیننده عزیز تقدیم میکنم. تمام مسائل انجینر صاحب و جناب غلامی صاحب اظهار کردند که در آلودگی سمیه منابعی است که در آلودگی سم میگیرد. یک از مشکلاتی که ما سالها با این دست و پنجه نرم میکنیم و بارها به حکومت هم چی قبلا و چی حالا پیشنهاد میشد، خود انرژی که ما استفاده میکنیم در شهرها، تقریبا حدودا بیشتر از 13 سال یا 15 سال است که اداره ملی حفاظت محیط زیست فعال است و از ابتدا تا حال را یگانه استراتژی که داشت و پلانی که داشت که باید تعویض انرژی شود، ما انرژی آلوده کننده را به انرژی پاک تبدیل کنیم. خوشبختانه تا یک حد را این سالهای پیش این جای گرفت. فرزند ما در وقتا گاز مایع در مارکت خود بسیار کم داشتیم، اما بالاخره سکتور خصوصی دخیل شد و این وارد شد و بدبختانه که اینمی انرژی بالاخره در فصلی که آلودگی ها بیشتر میشه، هم طبیعی و هم انسانی، این قیمتش در مارکت بلند میره و بلند رفتن مارکت، بلند رفتن مواد خصوصا مواد پاک در مارکت، خودش مردم رو وادار می‌سازه که به زغال سنگ مراجعه کنه، به چوب مراجعه کنه یا به مواد دیگه که بیشترین آلودگی رو بار میارد. انجینر صاحب بیشتر در رابطه با برق زمستان، یکی از مشکلاتی که بسیار یعنی مشهود است موضوع پرچاوی برق است و پرچاوی برق بدبختانه که در جریان سالهای با وجود که بسیار کار شد سرش، هم هنوز هم این مشکل وجود دارد.
روزانه هر دفعه که هر زبانی که پرچاوی صورت میگیرد این جنراتورهایی که فعالیت میکنند این خودش یک از منابع بسیار خراب آلودگی است. آقای ملکیار، موارد را که شما اشاره کردین به وضاحت نشان داده میشه که تنها بحث کنترل آلودگی محیط کابل مربوط به اداره محیط زیست هم نمیشه، ادارات مربوطه با در این قسمت باید تلاش بکنن. یعنی فکر میکنین که مشکل در چی است؟ همه ساله به جای از اینکه ما شاهد یک بهبود باشیم متاسفانه که نیستیم. یعنی هماهنگی بین ادارات وجود نداره و اینکه کدام برنامه مشخص برای آلودگی هوا وجود نداره. ما قبلا هم گفتم ولو هماهنگی هم باشد، ولو اگر این تمام ادارات دست به هم بتن، ما زیربناهای کنترل آلودگی هوا را بسیار بسیار کم داریم. خصوصا ما در شهر کابل شهروالی کارهای بسیار خوبی را کردن، اما هنوز هم بیشتر از 25% جاده های اصلی و جاده های فرعی ما بند است. این خودش میتونه که در قسمت انسداد وسایل نقلیه، در قسمت انتشار دود وسایل بسیار بسیار رول داشته باشد. و در پلیس ما قبلا هم گفتم 500,000 یا بیشتر از 520,000 خانوار در شهر کابل زندگی میکنند. هر کدام از این به شکل سنتی اما مواد آذوقه زمستان خود ماه اسد و ماه تا میزان پوره میکنه، چون در وقت قیمت ها خوب میباشد و در وقت گاز هم تا گاز طبیعی هم قیمت خوب داشته میباشه. بعد بختانه وقت زمستان میشه، اونا تجربه که دارن که با مجردی که زمستان میشه قیمت گاز بلند میره، اونا دیگه نمیتونن، باز قدرت ایران ندارن که از گاز استفاده کنن یا از برق استفاده کنن. این خودش عوامل است که دهی سهم میگیره و در پولیش ادارات و اداره ملی حفاظت محیط زیست ادارات دیگه کار خود میکنن. اما من ختمش که دارم مطابق از پیش میره. طبعا کمکاری ها وجود دارد، همکاری ها به اون شکل که باید قانون گفته مقررات گفته او همکاری ها وجود ندارد، اما تعهداتی که دارن اما هر کدام تعهد خود میگه. چیزی که زیادتر مورد توجه است که اکثرا هم حکومت و هم مردم فقط امی وقت زمستان میه متوجه میشه که آلودگی هوا دال که آلودگی در تمام فصول وجود داره. بعضی آلودگی هست که ما با چشم دیده میتونیم و یعنی درست است که مردم توجه نمیکنن، اما ادارات مربوطه که فعالیت میکنن در قسمت کاهش آلودگی هوا برنامه های دراز مدت باز دارن؟ این برنامه ها بود قبلا هم در اداره ملی حفاظت محیط زیست تمام منابع آلودگی را به 14 منبع عمده اساسی تقسیم کرده بود که از جمله در جریان سالهایی که گذشت حدودا 9 منبع را تحت کنترل آوردن. تا حدی را تحت کنترل آمد و میتونست که او را سرش حساب شود، اما 5 عامل و 5 منبع عمده که نه حکومت تونست نه ادارات زیرب در قسمت دو قسمت کار کند، این 5 عامل اساسی را تا حال هم موفق نشدن که راه پیدا کنند. یکیش گفتن پیشتر انجینیر صاحب گفتن که موضوع خانوار است، یعنی تعویض انرژی برای خانوار و تهیه انرژی در مارکت برای خانوار بسیار مهم است. هر فامیل، هیچ فامیل خوش ندارد که خود با زحمت بده زغال بیاره، چوب بیاره، او را بشکنان یا فرزند آماده بساز. اگر برق داشته باشند، اگر فرزند گاز باشد، برای از اونا بسیار ساده است و این کار را میکنند و اکثریت شد. و جز ساحات سایه نشین و ساحاتی که و 4 مورد دیگه چی بوده؟ وسایل نقلیه از موارد دیگه بود که قبلا پروگرام تعویض مواد سوخت از اینا شروع شده و با همکاری ادارات مختلف که ادامه داره، اما به او سرعتی که ضرورت است به او شکل نیست. در پولیش انسداد جاده ها، ای خود انسداد جاده ها هر قدر جاده ها انسداد میشه با ما اندازه مقدار انتشار آلودگی بیشتر میشد. ما این تجربه تلخ در جریان سالا داشته و هر سالم که گذشت میگذرد این مشکل زیادتر میشد. همین سال ما گزارشاتی که خود ما داریم یا چشم دیدهای خود داریم حدود 5% زیاد شده. ایوازی که کم شود زیاد بجز یک وزارت مخابرات که تانیست همون موانع را از صدرهای یعنی سرک عمومی را از موانع خلاص کند دیگه همش تشکر شده. و این مشکل هر قدر دوام کنه با ما اندازه، بخاطر که خودش یکی از منابع شده میتونه، هم میتونه گرد و خاک انتشار بده، هم میتونه وسایل نقلیه را تراکمش بیشتر بسازه، هم جاده ها بند میشه و هم آلودگی را بیشتر بسازه. تشکر آقای نیک محمد. اقدامات را که اداره شما به هدف کاهش آلودگی هوای شهر کابل انجام داده تا اکنون چی بوده؟ تشکر. در راستای موضوع اصلا مکلفیت های اداره ملی حفاظت محیط زیست در مطابقت با قانون چیزی که هست که اولین گامی که هست که تهیه اسناد تقنینی است.
هر فعالیت آلوده کننده را که میخوای که مار بسازی بر ازو باید یک چوکات حقوقی و قانونیش پیدا بکنی تا بر ازو یک طرز العمل راهنمودی بتی اقدامات بکنی. خب آنچه را که رئیس اداره دیرو این هفته یک نشست داشت برنامه 5 ساله را توضیح کردن. خدمتتون تشریح میکنم. اسناد تخنینی قانون محیط زیست 7 مقرره که هر 7 از مربوط به بهبود وضعیت محیط زیست است. 34 اسناد استاندارد دیگه برای بهبود وضعیت محیط زیست. این اسنادهای تخنینی تهیه شد. برای همین موضوع مجموع مقرره ها طرز العمل ها تهیه شده. و تعقیب از او پلان های تهیه شده که همین فعلا در سال جاری که ما شما قرار داریم دو پلان 5 ساله کاهش آلودگی هوای شهر کابل که یک پلان 5 ساله کاهش آلودگی هوای شهر کابل مطابق حکم جلالت مآب رئیس جمهور هدایتشان پلان 5 ساله شهر کابل تهیه شد. پلان جلوگیری کاهش و مدیریت آلودگی هوای شهر کابل پلان عملش ساخته شد که اولین جلسه شما خودش تحت ریاست خود دایر کرد که در این عضویتش اعضای کمیسیون جلوگیری آلودگی هوا وسط 22 ارگان با معین صاحبایشان اشتراک داشتند. هدفش خاص خود بر تطبیق از این پلان بوده و رسیدگی به چالش های آلودگی های محیط زیستی موضوعات محیط زیستی مورد بحث قرار گرفت. یک پلان ای بود که برای شهر کابل و پلان 5 ساله دیگری که از طریق اداره ملی حفاظت محیط زیست تهیه شد از کمیسیون عالی جلوگیری آلودگی هوا پاس شد که تحت ریاست رئیس اجرایی است که او پلان به سطح کل مملکت است. یعنی در این پلانی که ما برای شهر کابل خدمت شما پیشتر گفتم 13 سکتور است 51 مورد فعالیت های آلوده کننده است که در این سکتور شهری است، سکتور مواد نفتی است، سکتور برشنا است، سکتور ترانسپورت است، سکتور معادن است، در این سکتور زراعت است که سرسبزی و احیاط، سکتور اطلاعات رسانی و اطلاعات آگاهی عامه است که مجموع اینمی موارد را که کدام موارد باید چی اقدامات صورت بگیره تا برای کاهش آلودگی هوا چیز شود، تاثیرگذار باشه. امی پلان با تمام ادارات شریک شده برازی یک کمیسیون به سطح منصایباز و دیگر کمیسیون تخنیکی عزیز جلسه که ما در ارگم داشتیم تحت ریاست جلالت مآب رئیس جمهور اونا هدایت دادن که همین کمیسیون در هر دو روز گفت جلسات میگیرین. هدایت بسیار واضح در رابطه با شهرک ها دادن، در رابطه با تایرها دادن، در رابطه با سنگ زغال دادن، در رابطه با مواد نفتی دادن. بر هر کدام از این هدایت دادن که مشخصا پلان ساخته شود، مشخصا شناسایی شود، پیشنهاد شود و رای بیرون رفتش هدایت گرفته شود و تدبیر. خب حداقل دو تا مورد برجسته که بر اساس همین پلان عمل را که در شهر کابل شما توضیح دادین، بحث ساختمان های غیر معیاری در شهر کابل و همچنان استفاده از زغال سنگ بود. یعنی مشخصا در همین دو قسمت چی کار را میخواین انجام بدین؟ در قسمت ساختمان ها یک چیزی که بسیار جدی مورد بحث است، کدام ساختمان هایی که چیز دارن اما مرکز گرمی دارن که با استفاده از سنگ زغال اونا فعالیت داره، نصب فیلتر سر از یک امر حتمی است که به سطح جلسه که به تعقیب از او جلسه دیروز دیگر جلسه که در اداره محیط زیست هم جلسه به سطح معین صاحب بودن که بر از تا 5 ارگان معینایشان تعیین شده که 5 شهرک بزرگ که رئیس جمهور میره هدایت داده بود که شهرک های بزرگ میبینن و برایشان نصب فیلتر دوده به اصطلاح امر میکنن و در صورت تخلف کردن مجازات بسیار قوی در قبال خود دارن که این بسط موینای ادارات تا وظیفه سپرد. خب درست یک جلسه و ساختن اسناد تقنینی مقرره پلان و پلان عمل، بحثی که باید تطبیق بکنه این برنامه ها را، این مقرره ها را، این پلان ها را، این مسئولیتش به می کمیسیونی که شما اشاره کردین هست یا کدام نهاد خاص وجود داره؟ نه قسمی است که در مجموع این کمیسیون هر کدام موارد مختلف خود داره. بخش معادن یک ارگان است، بخش شهری را دیگر ارگان است، بخش سرسبزی را دیگر ارگان است، بخش های ریگریشان و داشت های خشت و یار وزارت صنعت و تجارت باز ارگان های دیگه است. هر کس در مطابقت به وظایفی که در می پلان عمل 5 ساله برشان وظیفه سپرده شده پلان عمل خود ارگان مربوطه خود بسازه و مطابق به او پلان عمل ارگان مربوطه ماوار از پیشرفت کار خود گزارش بده که روبار باز این گزارش به مقام عالی ریاست جمهوری راه میشه که دیروز ما جلسه هم که داشتیم که دمی جلسه دیروز فیصله اسی شد که پلان عمل برای چند مورد بسیار مشخص که همی موضوع سنگ زغال در او است، مواد نفتی در او است، نظم فیلتر در مرکز گرمی ها در شامل از اوست، حتی موضوع اطلاع رسانی و آگاهی عامه است که بسیار موضوع مهم است.
است. این کمیته های بررسی توظیف شد که دیروزم بود و امروز هم پلان عملشون تایید شد و که اقدامات عملی، یک چیز را که شما گفتین اقدامات عملی، همین فعلا اداره ملی حفاظت محیط زیست و شهرولی محترم کابل هر دو عملا، حتی شهر کابل ما نواحی را به دو بخش تقسیم کردیم، 24 نایه را ده 22 نایه شهر کابل، یک قسمت شهرولی یک قسمت اداره محیط زیست نظارت میکنن. همین فعالیت های آلوده کننده را در مجموع همگی زیر پوشش دو گروپ، سه گروپ از شهرولی است که به هزارها فعالیت نظارت کردن. اداره محیط زیست هم اماتور دو گروپ را ما هم روزه در ساعت توظیف کردیم و یک گروپ دیگه توظیف بر عزیز که اون ارقام را که شما را گفتم 24 ساعت ارقام کیفیت هوا را ما میگیریم که این تثبیت بکنیم که چقدر از میزان آلودگی هوای شهر کابل. سابق هم 800 داشتیم ولی حال این را 24 ساعت ساختیم به خاطر از اینکه لااقل ما یک حد را بتونیم بر خود تثبیت کرده بفهمیم که میزان آلودگی هوا به اندازه به کدام سرحد است که اگر در حد نگرانیش می باشه آدم تدابیر خاص دیگه خود داشته باشه. دکتر صاحب خوش آمدین به ادامه بحث. اخیرا گزارشات نشر شد گویایی که شهر کابل به عنوان آلوده ترین شهر در دنیا شناخته شده. آیا واقعا فضای شهر کابل آلوده است؟ تشکر. عرض سلام ادب دارم خدمت شما و مهمانان گرامی. اما سیستم سرولانس یا گزارشدهی که خوشبختانه وزارت صحت عامه آغاز کرده، ارقامی که ما از تسهیلات صحی خود از شفاخانه های کابل و از سایر ولایت داریم، با سرد شدن فصل سرما البته از ماه عقرب بدین طرف میزان مراجعین شفاخانه های ما زیاد شده که یک قسمت از این اما شکایات از اینا در قسمت امراض سیستم تنفسی می باشه که این البته که ارتباط مستقیم با آلودگی هوا هم می داشته باشه که البته زیادتر اینا با مو اعراض علائم سرفه و سرماخوردگی و به شکل بیشتر از او به یک قسمت از او به شکل سینه و بغل و البته به شکل شدیدتر بیشترش که اون من نزد کاهلان است و به شکل نفس تنگی می داشت باشن که اما ارقام سرولانس ما نشان می ده که فیصدی مراجعین ما نسبت ما عین مقایسه را در ماه عقرب سال گذشته هم داشتیم که با در نظر داشت از این یک افزایش در تعداد مراجعین نشان می ده. آیا کدام ارقام مشخص وجود داره که چند درصد از مراجعین به اساس آلودگی مشخص هوا بوده و چند درصد هم به دلیل استفاده از گاز بوده و یا هم چند آمار مشخصش به دلیل استفاده از زغال سنگ بوده؟ خب اینا البته امراض سیستم تنفسی با سرد شدن هوا بیشتر میشه، اما ایتو یک دقیقا شواهد وجود نداره که اینا ناشی از استفاده از زغال باشه یا این ناشی از استفاده از گاز باشه. البته چون من پیشتر گفتم با سرد شدن هوا اما میزان مصابین امراض سیستم تنفسی بیشتر میشه، اما نیاز به این است که وزارت صحت عامه یک سلسله برنامه را آغاز کرده که بتواند در این قسمت امسال با استفاده از سیستم سرولانس که ما داریم بتانیم پژوهش یا تحقیق بیشتر بکنیم که در مجیریان تاریخچه و یک تعداد معاینات مشخص در این نیاز است که شاید شامل تستای لابراتواری باشه و معاینات مشخص خون باشه که اما از با در نظر داشت نتایج از اون معاینات نشان داده باشه که همون سطح مصابیت از این مریضای ما را که ناشی از گازات مضر است یا سایر عوامل مختلف. خب حداقل ممکن است تحقیقات را وزارت صحت انجام داده باشه که آیا آلودگی هوا سبب مرگ افراد میشه یا نمیشه؟ خب آلودگی هوا سبب تجدید امراض تنفسی در کوتاه مدت و دراز مدت میشه. در کوتاه مدت ما بیشتر امی امراض سیستم تنفسی را یاد کردم که در کوتاه مدت سبب تجدید از این امراض میشه، اما در دراز مدت میتونه سبب به وجود آمدن امراض سرطانی و امراض قلبی هم شود.
تشکر آقای غلامی. اقدامات را که شهرداری به هدف کاهش آلودگی در شهر کابل انجام داده چی بوده؟ حداقل یک تعداد موارد را که انجینر صاحب اشاره کردن ربط میگیره با شهرداری شهر کابل همچنان، و موارد را که آقای ملکزاده هم اشاره کردن، بحث انسداد جاده ها و استفاده از موترهای تاریخ گذشته را هم شما اشاره کردین، اقداماتتان چی بوده؟ اقداماتی که امروز گفتم که شهرولی کابل انجام داده از پلان خزانیش از اول میزان شروع شده. در این بین ما چیزی در حدود 5000 صنف مورد بررسی قرار دادیم. در این گفتم که در این شامل حمام، سونا، دیگه جکوزی، رستوران و هتل ها داخل از اون میشه و شفاخانه، یعنی اصنافی که مواد سوختی استفاده میکنه، مواد سوختی که باعث آلودگی هوا میشه. یعنی راهکار مشخص شهرداری، راهکار مشخص کارول شهرداری بوده که بررسی قرار داده. محیط زیست بوده که نصب فیلترها بوده؟ ما مورد بررسی قرار دادیم. بعد از بررسی تثبیت به قول معروف تثبیت تخلف صورت گرفته. به طور مثال حمام هایی که ما مورد بررسی قرار دادیم چیزی در حدود 200 حمام بوده. 200 حمام سقابه بوده مورد بررسی قرار دادیم. از این مابین چیزی در حدود 50% از اینا یا فیلتر نداشته یا فیلتری که داشته فعال نبوده. ما مجددا فیلتر از اینا را فعال کردیم، سرشان درست کردیم یا فیلتر نصب کردیم. در قسمت بلند منزل ها هم رقم ما تثبیت کردیم که شهرک هایی که وجود داره، 3 یا 4 شهرکی که مرکز گرمی دارن، توصیه های خود با اونا دادیم. اونا تا قبل از 15 قوس باید مرکز گرمی هایشان، دستگاه فیلترشان، دستگاه فیلتر دودشان فعال شوه، یا اگر ندارن فیلتر خود نصب بکنن. در این قسمت اقداماتی که شهرولی کابل انجام داده، خصوصا در قسمت حمام ها و هتل ها و رسانه ها به طور کامل جواب داده و مثبت بوده. فقط در قسمت بلند منزل ها مشکلاتی که ما داریم این است که بلند منزل ها اکثرا مالکین از بلند منزل ها متاسفانه یا در داخل افغانستان نیست، یا وقتی که تیم سروه و بررسی ما میره با اشخاصی برمیخوره که مسئولیتی را قبول نمیکنند. به همین اساس در این قسمت اجرات ما بطی بوده و عالی با حکم مشخص رئیس جمهور جناب جلال مآب رئیس جمهور صاحب، در این قسمت ما اجراتی که انجام میدیم بعد از 15 قوس مشخصا مطابق موضوع حکم ما هم میتونیم که مرکز گرمی های از اونا رو مسدود بکنیم و هم اونا رو با تخلفی که انجام میده، با تثبیت تخلف، با جرایم نقدی. خب حداقل این اقدامات در قسمت استفاده زغال سنگ از طرف خانه ها به شکل انفرادی باز چی است؟ این تنها بحث منازل و شهرکا نیست. بله، امروز تمامی منازل که شما ببینین، حداقل با موارد که آقای ملکزاده اشاره کردن که منابع پاک وقت قیمتش بلند رفته، همگی مجبور به استفاده از زغال سنگ و چوب به خاطر گرم کردن استفاده. دقیق است، شما به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. چیزی در حدود 70% الا 60-70% آلایندگی شهر کابل به خاطر منازل رهایشی است. منازل رهایشی که در او قسمت ما متاسفانه در قسمت قانون هم ما شاید یک خلایی وجود داشته باشه که ما به طور مشخص در او قسمت نه ما و نه اداره ملی حفاظت از محیط زیست، حداقل شهرولی کابل نمیتونه کار بکنه. چرا؟ چون این یک خلای قانونی وجود داره. اینان در او قسمت منازل رهایشی هم جناب آقای ملکیار میتونه توضیح خیلی مفصل ایر بیدیا و هم جناب انجینر نیکمراد خان رئیس تفتیش محیط زیستی اداره ملی حفاظت از محیط زیست. بزرگترین مشکل در اونجا وجود داره که شما اگر سوخت زغال سنگ مردم استفاده میکنن، باید سوخت زغال سنگ با کیفیت یا پروسس شده باشه. پروسس به چه معنا؟ پروسس به این معنا که شما خاک از او را کم بکنید یا او شستشو شوه و آلاینده کمتری را با خود داشته باشه که وارد شهر کابل شوه و مردم از او استفاده بکنه. اکثرا منازل رهایشی آلی زغال سنگ استفاده میکنه. و در قسمت گاز طبیعی همون رقم، قیمت از او در این فصل فوق العاده میره بالا و در او قسمت شهرولی کابل نمیتونه اجراءات داشته باشه و در سطح هیته و صلاحیتش نیست. نیاز به این وجود داره که حکومت باید کار بکنه. انسداد جاده ها که اشاره کردن میتونن اقدامات داشته باشه. انسداد جاده ها هم بر اساس یک کار کمیسیونی است، مشترک است. اگر به صورت مشترک دمی کمیسیون جلوگیری از آلودگی هوا به این نتیجه برسن که موانع باید برداشته شود و اجازه از بالا از مراجع زیربط امنیتی داده شود، دو قسمت شهرولی کابل همکار هست. تشکر آقای ملکزاده. با فرمایشاتی که دوستا داشتن به عنوان رای حل،
موافق هستن که میتونه نتیجه بخش باشه؟ به گونه مثال انجینر صاحب اشاره کردن که تیم های نظارتی دارن در 22 ناحیه شهر کابل و همچنان در قسمت بلند منزل ها اینا استفاده کردن از نصب فیلترها به خاطر از اینکه آلاینده هایی که از زغال سنگ بیرون میشه و کم شوه. این راه حل است؟ یک از راه های حل است که پیشنهاد شده و یه قبلا هم موجود بود و عالم است و یک از راه های حل علمی هم است نصب فیلترها. اما مشکل اصلیه که فیلتر بدون برق هیچ گونه موثریت نداره. وقتی برق نباشد فیلتر نیست، وقتی که فیلتر نباشد طبعا آلودگی بار میارد. این راه های حلش است. اما چیزی که مهم است قرار که من پیشتر شنیدم، این وضعی که ساده سازی شود این مشکل بحران اداره را به یک چالش، اداره ملی حفاظت محیط زیست به یک چالش افتاده. وظیفه نظارتی که دارن وظیفه طبعا با هماهنگی با تمام ارگانهایی پیش میره، اما فعلا این جلسات متعدد، نشست و برخاست متعدد، تعویض اشخاص، این بیاد دیگه بیاد، این خودش یک چالش است برای اداره که نمیتونه در ظرف چند روز یا چند ماهی که در پیش روی دارن این را حل کنند. ما بسیار وقت خبر شدم که جناب رئیس جمهور این را کمیسیون تحت ریاست خود میگیره. بسیار انتظارهای بسیار کلان داشتم از جناب رئیس جمهور، اما نسبت به مسئولیتایی که دارن شاید نتونستن این را حل کنه، به خاطر که وقتی ما از بنیاد از اساس یک منبع راه حل برش پیدا نکنیم، این راه های حل مقطعی هیچ مدام 13 سال تجربه قبلی خودم میگم که داشتم، 7 سال که مدام حکومت بودم و قبل از او هم، این می موضوعاتی که امروز ما شما بس میگین، این موضوعات تقریبا 15 سال قبلم وقتی که ما تازه کنترل آلودگی هوای شهر کابل از طریق بانک آسیا شروع کردم، این موضوعات بود در جلسات، این موضوعات بس میشد. دا تا رئیس جمهور کرزی وقتی که خواست هم این موضوعات بود. از او وقت حالا تقریبا 13 سال تیر شد. این موضوعات است در حال حاضر برنامه عمل را که اینا تشریح کردن و پلان را که بر 5 سال مد نظر گرفتن، فکر میکنین که این میتونه جنبه تطبیقی داشته باشه؟ هر پلان میتونه که جنبه تطبیقی داشته باشه. وقتی که یک گروپ یک اداره سرش کار میکنه، طبعا به خاطر ازی کار میکنه که تسهیلات بار بیاره تطبیق شود. اما مشکلی است که پلان ما به اندازه کافی داریم. پیشتر انجینر صاحب گفت ما بیشترین اسناد داریم، اسناد تقنینی داریم، پلان ها داریم، استراتژی داریم، ما تا در قسمت آلودگی ها ما بهترین پالیسی را داریم. پالیسی کنترل آلودگی هوای شهری یک پالیسی است که بسیار جامع است. وقتی از نظر مشکل وجود نداره، یعنی اسناد وجود داره، پس چرا تطبیق نمیشه؟ ببینین امی حمایت کلانه که باید وجود داشته باشه. فرضاً رای اساسیش قرار که غلامی صاحب گفتن، امی خود موانعی که در داخل شهر است، شهر به یک دوزخ تقریبا تبدیل کرده. 30% یا 25 الی 30% خب ظاهراً اون چیزی که آقای غلامی اشاره کردن شهرداری به تنهایی نمیتونه اقدام بکنه. این می جلسه‌ای که قبلا درست پیش بود، رئیس صاحب جمهور در اوج بود، یکی از کارهایی بود که رئیس صاحب جمهور هدایت میداد که ما دیگه نمیخوایم که امی موانع بین سرکا وجود داشته باشه یا سرکا توسط موانع بند باشد. موضوع دیگه‌ای که جناب رئیس جمهور بنموج هدایت میداد که زمستان بدون برق هیچ وقتی با بلند منزل ما بگیم که بسته میگن، بسته کردن راه حل نیست، حمام بسته کردن راه حل نیست، یا فرضاً ساعت رایشی بسته کردن راه حل نیست، امکانات بدیل دختشون قرار بهترین چیز که ما میال تصدی نفت و گاز داریم میتونه که مداخله کنه در قسمت قیمت یک سال دامی زمستان نمیتون شد از 40 روپیه 45 روپیه بالا نرفت. این بنموج اداره استاد شد و ادارات همکار کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا کلش ساخت شد که نباید قیمت گاز از 40 الی 45 بالا بره. اند 70 رسیده بود. اینی حالت است که میتونه که سر این تاثیر داشته باشه. و بحث دیگه ای که آقای غلامی هم اشاره کردن که مشکل قانونی وجود داره. اگر قرار باشه که منازل رهایشی رو کنترل بکنن، نظارت بکنن، چی کار باید صورت بگیره؟ خب در کوتاه مدت و میان مدت اصلا هیچ رای وجود نداره، رای حل نیست که منازل کنترل شود، بخاطر که وقتی که ما طفلم بفهمم که از طفلم از خنک امیال ولو که پسان مریض میشد و من یک مقدار پول مصرف میکنم، طفلم از خنک میلرزد، طبعا مجبور هستم که یک وسیله پیدا کنم تا او گرم شود. این وسیله چه پاک باشد چه ناپاک باشد، این ساحات رایشی کنترلش در ماه در زمستان نمیشه، این باید از ماه اسد شروع شود و ما بدیل برشون چی کنیم. هر شهر این مشکل آلودگی تنها شهر کابل نیست، امیال در آسیای جنوبی شما اگر محاسبه کنید بیشتر از 11 شهر است که وضعیتش از کابل بدتر است، اما اونا تدابیری که دارن تدابیر
این هماهنگی از هزار طرف می باشد و بدیل معرفی کردن. یعنی هر بدیلی که معرفی میشه میتونه که تعویض بسیار خوب باشه برای کاهش آلودگی ها. تشکر آقای جلیل. اقدامات وزارت صحت عامه در قسمت آگاهی دهی چی بوده؟ ظاهرا بخش آگاهی دهی میتونه یکی از مسئولیت های بزرگ وزارت صحت عامه باشه برای مردم افغانستان از خطرات آلودگی هوا و امراضی که ناشی میشه از آلودگی. تشکر. خوشبختانه امروز هم یک مجلس تعقیبیه بود، همرو با همکاران ما در مجلس اشتراک داشتیم، بس رو یک برنامه عمل تجدیدی 4 ماهه صحبت شد و وزارت صحت عامه در راستای فعالیت های خود در یک کمپاین روی دست داره، از طریق تهیه و نشر پیام های صحی آگاهی عمومی است که قبلا ای آغاز شده و ما می خواهیم که ایره بیشتر بسازیم از طریق رسانه های صوتی و تصویری و چاپی و از طریق صفحات اجتماعی و همین سیستم سرولانس یا گزارش دهی هفتواره که ما مثلا وقوعات خود امراض سیستم تنفسی را از نزدیک مثلا ببینیم که به کدام طرف روان هستیم، این وقوعات زیاد میشه و اگر زیاد میشه کدام باید کدام مداخلات صورت بگیره. مثلا این برنامه فعلا آغاز شده و محتویات کمپاین را که راه اندازی میکنین مشخص شده تا؟ بله، محتویات کمپاین مشخص شده که همی از سلسله نشر پیام ها از طریق صفحات اجتماعی شروع میشه. حتی ما قرار است که به شکل یک گردش شهری هم یک دو حیات عالی رتبه وزارت صحت عامه و سایر سکتورها باشه که استفاده از ماسک بتونیم بیشتر رواج بکنیم در سطح شهر، خصوصا در سطح شهر کابل. از یک قدم گذاری شروع خواهد شد در داخل شهر کابل و به همین شکل یک برنامه مشترک هماهنگی با سایر سکتورها که شهرداری محترم باشه، وزارت امور زنان، وزارت حج و اوقاف باشه که در قسمت مرضیات اینا همکاری خواهد کردن که همو نشر پیام ماسک از طریق به اصطلاح نمازهای جمعه از طریق خطبه هایی به اطلاع مردم رسانده و بحث شد. دیگه آقای جلیل وجود دارد در قسمت ارائه ارقامی که سالانه وزارت صحت ارائه میکنه بر رسانه ها مبنی بر اینکه در نتیجه آلودگی هوا و چه تعداد از افراد تلف شدن، آیا کدام برنامه مشخص وجود داره که واقعا یک تحقیق همه جانبه انجام شود بعد از اوی آمار و ارقام بر مردم داده شود تا اینکه واقعا آگاهی پیدا بکنن از خطراتی که آلودگی هوا داره؟ بله آباد، در این قسمت یکی خو ارائه و نشر ارقام نرمال است که به اصطلاح معظم و طرق مختلف از تسهیلات سی، اما انتقاد هم بیشتر در این قسمت ارقام است دکتر صاحب که بیشتر مردم نقد میکنن گویایی که ارقام و آماری که از طرف وزارت صحت بیرون داده میشه بیشتر جنبه سیاسی داره نه واقعی. نخرین ما یک سیستم مدیریت سیستم معلومات صحی را داریم که عملا ماهانه از تمام مراکز صحی مرکز و ولایات ارقام به سطح ولایت میاد و از سطح ولایت یک ارقام میاد داخل سیستم میشه و یک ارقامی است که عملا و روش های مختلف دیگه هم وزارت صحت عامه عملا مثلا روی دست داره که او هم مرور تحلیل و تجزیه خود ارقام است که ما ایره با استفاده از هم پروگرام های نظارتی که داریم ارقام از نظر کیفیت مثلا به صورت منظم چک میشه که ما به اصطلاح اطمینان حاصل بکنیم که می ارقامی که ما به دست میاریم کیفیتی از ارقام خوب است. یعنی پروگرام های متنوع روی دست گرفته شده و در این برنامه به اصطلاح جزء تلاش ها وجود داره که ما اگر بتانیم به همکاری شرکای صحی بین المللی خود به اصطلاح زمینه را فراهم بسازیم که به اصطلاح با استفاده از تست های لابراتواری است و سایر معاینات تشخیصی که هم که چند فیصد از این امراض تنفسی ما ارتباط مستقیم داشته باشه با آلودگی هوا که ایره هم روی دست داریم که یعنی تا هنوز چنین تحقیقات صورت نگرفت؟ خب تحقیقات تا هنوز نخیر. تشکر. تشکر آقای انجینر. بالاخره در قسمت اقدامات هم اشاره شد، در قسمت عوامل هم اشاره شد. حالا اگر اشاره بکنیم روی راهکار عملی به خاطر کاهش هوای کابل چی است؟ تشکر.
همونطور که دکتر سبم گفت همین روزم سر یک پلان عمل از همون پلان 5 ساله پلان عمل که در کوتاه مدت در جریان 4 ماه کدام کارا ممکن است که اصلاحات بیا تغییرات بیا کدام اجراات به صورت بگیره که در همون پلان عمل هم برنمایندگی از ساتمان دکتر سبم که متاسفانه من امروز خودم در جای دیگه بودیم و غلامی سبم در اون پلان عمل در ساختنش بدن اتمی در اون راکارایی است که ما یک تعداد فعالیت هایی بود ادایات خود جلالت ما رئیس جمهور بود که در رابطه به می موضوع سنگ زغال هم بود، موضوع تایرای کون هم بود، موضوع شهرکان بود، اینا موارد مختلف هم بود، این اطلاع رسانی هم یک بخشش بود. ولی خود اداره ملی حفاظت محیط زیست ما من حیث از که کدام ممکن فعالیت هایی که در کوتاه مدت میتونه شده، یک چیزی را من خدمتتون برد برسانم که اداره ملی حفاظت محیط زیست چنان فکر بکنیم که بمانند یک پشیره که در داخل بسیار خندق بزرگ آلودگی انداخته باشی. این به این معنا که شهر کابل باید 100 سال پیش، حداقل 80 سال پیش، 50 سال پیش مطابق ماستر پلان شهری رشد میکرد. مطابق عرض مرگوش می مطابق ماستر پلان سیستم کانالیزیسون می داشت. پس فکر نمی کنیم که کنترول کنترول آلودگی هوا از توان اداره شما واقعا بیرون است. کنترول آلودگی هوا مربوط به اداره ملی حفاظت محیط زیست تنها نیست. اداره ملی حفاظت محیط زیست در جمله تمام ارگان های زیر ربط دیگه. در این معادن نقش خود داره، صنعت و تجارت نقش خود داره، فابریکات نقش خود داره، سرسبزی نقش خود داره، سیستم ترانسپورت شهری نقش خود داره، هر کدامش ارگانش مربوطه است. اداره ملی حفاظت محیط زیست یک اداره نظارت کننده و یک هماهنگ کننده است. اما طور که امروز ما می پلان تهیه کردیم، هماهنگی تمام ادارات برای تهیه پلان عمل عزیز، تطبیق حکم رئیس جمهور هم و بالاخره تهیه پلان عمل. اینمی پلان عمل هر ارگان مربوطه خود از این میره اجراات خود میکنه، گزارش خود میده اداره ملی حفاظت محیط زیست، از اونم اجراات نظارت کردن و در عین زمان چیزی که پیشتر شما ارائه کردین پرسانم کردین از انجینر سبغلامی کدام رهنمودی که در اداره ملی حفاظت محیط زیست است او در مشوره با شاربولی محترم کابل در مرکز و ولایات است. به گونه مثال ما تغییر سیستم یک تعداد فعالیت ها را گرفتیم، ادارات دولتی، خبازی ها، هتل ها، کلچه پزی ها، قنادی ها، داشای نان پزی، اینا در مجموع کلش تغییر سیستم از چوب به گاز مایع. یک موضوع دیگه که نصب فیلتر در حمام ها با استفاده از سنگ زغال و یا تغییر سیستم به گاز مایع، این یک چیزی است که هم اداره ملی حفاظت محیط زیست و هم شهرولی کابل سر از این توافق کردگی است مشترکان. اگر اینا هم نظارت میکنن همین چیز میخواد، اگر اداره ملی حفاظت محیط زیست هم نظارت میکنن همین عین چیز، یعنی هماهنگی کامل بین شما وجود داره. بله بله بله، دو کدام مشکلی نداره. چیز دیگه که نصب فیلتر در مرکز گرمی ها گفتم، من پیشتر که شما را گفتم که در خندق اداره ملی حفاظت در مطابقت با قانون محیط زیست ما من حیث رئیس نظارت تفتیش محیط زیست و ملکیار صاحبیم یک عمره در محیط زیست تیر کرده، یک فعالیت را ما در مملکت پیدا کرده نتانستم که مطابق به حکم قانون محیط زیست بوده باشه. حمامی که از 60 سال پیش است خلاف قانون محیط زیست فعالیتش است. فاضلاب شهر ما تمامش خلاف قانون محیط زیست است. خب در همین قسمت حالا هوا ما پرسان کردیم راه حلش چی است؟ چی کار باید صورت بگیره؟ ما فعالیت ها را کتگوری بندی کردیم. بعد از تهیه اسناد تقنینی کدام فعالیت هایی که در کوتاه مدت ممکن است که تغییر سیستم بکنه، اما طور که قبلا گفتم که از ادارات دولتی شروع کردیم تا صنف خبازی ها و طلا رسولان تا که امروز تقریبا اینا کسش 100 فیصد، کس 80 فیصد، کس 90 فیصد پیشرفت خوب قابل ملاحظه است که ما هیچ حال سر از او دیگه بحث نمی کنیم. بحث از او کلانترش را گرفتیم که چیز سیستم مرکز گرمی ها را گرفتیم، داشای خشت زیر پوشش گرفتیم، داشای گچ زیر پوشش گرفتیم، ریگریشن ها را، فابریکات زیر پوشش گرفتیم، که یعنی او کاتگوری اول ما تقریبا در حالت نهایی شدن است که ما در جلسه هم که داشتم گفتم که ما اینمی کاتگوری خود باید صفر بسازیم، یعنی صفر به این معنا که 100 فیصد ما در تغییر سیستم به گاز مایع کنیم که دیگه نام از اون نگیریم و اصلاح شده باشه. از این طرف ما این فعالیت های بزرگ آلوده کننده دیگه سر از این باید کار شد به شمول ترانسپورت شد. تشکر آقای غلامی. راه حل چی است از نظر شهرداری؟ چی کار باید صورت بگیره؟ اقدامات را که انجام دادن فکر میکنین نتیجه بخش است؟ تداوم میبخشین و یکی که راهکارهای دیگه باید سنجیده شود؟ این که در قسمت مبارزه با آلودگی هوا شهرداری کابل باید چیکار بکنه و دولت افغانستان چیکار بکنه، در مجموع باید یک راهکار مشخص منظمی باشه. ما رقم انجینر صاحب گفتن پلان 5 ساله هست، این راهکار هست
ولی در نحوه تطبیق از او تنها شهرالی کابل یا اداره ملی حفاظت از محیط زیست مسئول نیست. 22 ارگان در این کمیسیون هست. و بحث دیگه ای که بحث خیلی کلی است و اساسی تر از ایست که محیط زیست به عنوان اولویت اصلی دولت افغانستان نیست، باید به عنوان دولت اولویت اصلی قرار بگیره در کنار امنیت. و مطابق موضوع ما پلانهایی را که تطبیق بکنیم و پلانهایی روی دست بگیریم که قابلیت تطبیق باشه. عمر قم براتون گفتم 60-70% آلودگی هوا مربوط به منازل رهایشی است. پلان مشخص باید سر از او بخش عمده و اساسی گرفته شود که مردم هست، مردمی بی‌بضاعت هست، مردمی هستن که توانایی از را ندارن که از گاز مایع استفاده بکنند، حتی هم گاز زغال سنگ هم ندارن، اکثرا از تایر استفاده میکنن یا چوب استفاده میکنن. هر چیزی که در دست داشتهشون باشند فصل زمستان او را در میده که خود گرم بکنن. و بر این اساس هر اقدامی که دولت انجام میده شهرالی کابل در قسمت خود همکار فرض میکنه و اقدامات خود داره و در این قسمت ما در جزء کمیسیون جلوگیری از آلودگی هوا وظایف خود به خوبی انجام میدیم. تشکر آقای ملکیار. راه حل چی است؟ آیا فکر میکنین که واقعا از توان حکومت افغانستان است مدیریت آلودگی هوای شهر کابل یا نیست؟ راه حل بسیارش قبلا دوستان همکارا گفتن، منتها این چیزی نیست که از توان یک اداره یا حکومت پایین باشد، این توانمندیش نداشته باشد. کشورهای بسیار بزرگ تجربه زیر دارن که آلودگی بسیار چی داشتن. اما معمولا ما پیشتر هم گفتم باز تکرار نشه، در جریان سالهایی که تجربه ما داریم معمولا نمی راه های حل کوتاه مدت بوده. وقتی راه های حل اساسی و بنیادی پیشنهاد شده، نه حکومت قرار که غلامی صاحب گفتن که هم در اولویتش نامده. فرضا ما در شهر اولی که ما دائم از مرکزگرمی ها شکایت داریم، این مرکزگرمی از کجا آمد؟ مرکزگرمی ها است که از هند، از کشورهای با مزرعت، از ترکیه یا فیزاوت شده، از کشورهای دیگه فیزاوت شده آمده داخل افغانستان. زغال سنگ در هیچ کشور حال مرکز درست است استفاده میکنن، اما با مو تسهیلاتی که دارن. یا فرضا جنراتورهایی که کونه است و دودزاست از کجا آمد؟ اینجا حکومت وظیفه‌ش است که این را باید پیشویشه بگیره. ما 3 سال قبل تقریبا 4 سال قبل شد در ترکیه یک تعداد بیشتر از میلیون دانه بخاری خراب زغال سنگ فیزاوت شد، حتی از مارکت جمع آوری شد. یعنی در برابر از اینا فکر میکنین محدودیت اونا آمد داخل افغانستان آمد؟ ما شکایت خودم رفتیم گفتیم به ریاست اجرایه، به خود ریاست جمهوری شکایت که نمی بخاری یا بخاری درست نیست، بجز یعنی زیای سرمایه برای ما کدام چیز برای مردم ما نبید. یعنی یک سال او کار نکرد، اکثرا مردم 10,000-15,000 خریدن، بعد از یک سال پس دوباره. تشکر. این چیزاییست که باید ممانعت شود. سیستم ترانسپورت شهری، بس های شهری ما این چندین سال است که سرزی بس می شد. شهرالی محترم کابل 3 سال پیش وعده کرد که مترو بس میارن و اقدام بسیار خوب بود، بسیار میتونه در قسمت آلودگی بیشتر از 30% رول داشته باشد. متروباس بالاخره سایش هم آماده شده، مویزگاه هم آماده شده، میال ازگاه وجود دارد، اما بسا نمیفهم کدام بسا از استفاده میکنه. اگر مشکل نیست، یعنی خود انتقال خودش یک چالش است. اینا بسایی که اگر ما باز منتظر ازی بشیم که هندوستان لطف کنه یا ما پول بتیم برش و لطف کنه برای ما تاتا روان کنه، ایوازی که تاتا روان کنه مو ایش روان نکنه خوب است. تشکر. اصلا این خودش یک مشکل دیگر برای ما. یعنی در مواردی که نقد داشتین باید راه بدیلش مد نظر. سیستم ترانسپورت ما باید، ترانسپورت شهری باید، یعنی حتما باید جور شود. یعنی این جلساتی که با مقامات گرفته میشد، من گفتم پیشتر گفتم که اداره را به چالش کشانده، ایوازی که راه حل برش پیدا شود، اداره وظایفش جنجالی بود، جنجالی تر شد. راه حلی بود که ما فرضاً هدایت رئیس جمهور بسیار ساده بود که ادارات زیر ربط می ظرف یک ماه می خواهیم که 200 دانه بس در داخل شهر فعالیت کنه، یا ظرف یک ماه ما دیگه نمی خواهیم که موتری که فیزاوت شده باشه از دیگه دنیا آمده باشه داخل افغانستان، ای نباید دیگه وجود داشته. این چیزایی است که میتونه بسیار یعنی رول داشته باشه، اما ما داریم کوشش کردیم سر راه حل کوتاه مدت. تشکر آقای جلیل. از نظر اداره شما راه حل به خاطر کاهش آلودگی هوای شهر کابل چی است؟
خب به خاطر کاهش آلودگی هوا در شهر کابل همون قسم کمکارا گفتن اینجا نیاز به یک تشریک مساعی و همکاری نزدیک بین تمام استرکتور هاست که زمین مساعد نشه که هوا آلوده شود و وزارت صحت آمد در مورستانی که روی یک در روشنایی همون پلان عمل 5 ساله فعلا یک برنامه تجدیدی 4 ماهه کارش خود آغاز که من پیشتر هم از او یاد کردم وانمو سلسله نشر پیام‌های سی است که از تمام اماتورها تقاضا به عمل آمده که از گشت و گذار در موساعت مزدهم که خصوصا بعد از عصر می باشه لصوب حداقل جلوگیری بکنن از ماسک استفاده بکنن و یک سلسله برنامه دیگه است که سلسله نشر از او ادامه داره و یک در جز تقسیم اوقات تعلیمات صحیه تمام شفاخانه ها یک بس همی که به زبان مثال ساده و آنفهم ما مراجعین ما که روزانه به شفاخانه ها و تخصصی می آین همین پیام ها به زبان ساده بر از اونا هم ارائه میشه تا این همی تدابیر وقایعی در روی دست بگیرن. تشکر، سپاسگزار هستم مهمانان گرامی از حضورتان و بیننده های عزیز از شما هم تشکر که تا این دم بیننده دیدگاه بودیم. تا دیدگاه بعد، الان نمید.